رژیم آخوندی انواع ترفندها و مانورها رو برای پایان دادن به اعتصاب کامیونداران به کار برده ولی شکست خورده. از تهدید و دستگیری و تخریب ماشین راننده هایی که صاحب کامیون هستند تا خط و نشون کشیدن های پاسدار اشتری و آخون آملی لاریجانی سرکرده قضایی آخوندی و همینطور اژه‌ای سخنگوش، ولی هیچ یک از اینها خللی در عزم رانندگان ایجاد نکرده. رژیم هم که پایه اصلی ناوگان جاده‌ایش به گل نشسته و نمیتونه سوخت و سایر مواد رو به شهرها برسونه، دست به ترفند جدیدی زده و اعلام کرده که یه مقدار لاستیک کامیون توزیع خواهد کرد. جالبه که عدد اعلام شده یه لاستیک ها پاسخگوی کامیون های حتی یک شهر هم نیست، چه برسه به اون همه شهر اعتصابی. این بازی ها کار رو به جایی رسونده که روزنامه حکومتی جهان صنعت امروز نوشت که یک کارشناس حکومتی هشدار داد اگر دولت به این بازی ادامه دهد، امسال با بحران‌های شدیدتر و غیر قابل برگشتی روبرو خواهیم شد. اینم پتروشیمی خرم‌آباد ماشین نداره پالدان ببرن، چند تا ماشین گرفتن داخلی داره پالدا میذارن تو پارکینگ. نگاه کنید این هم پتروشیمی خرم‌آباد پالدا میبینید، امروز پنجشنبه 12 مهر 1397 ماشینا همشون در اعتصاب به سر می‌بینید که همه ماشینا خوابیدن. اینجا پارکینگ کیانا خمینی شهره، تمام بچه ها ماشیناشون خوابوندن. مولایی هم که رفتن سری کار مثل یه رو میمونند که رو شاخه نشسته بود و شاخه را میبری، خبر نداره که به خودش میکنه، استفاده نمیبره، خودش نابود میکنه. انشاءالله که راننده ها موفق باشن. کنارگذر عراق به جز یه تانکر افغانی هیچ خبری نیست. امروز 12 میرم ساعت اعتصاب پابرجای برادران.